احمدشاه مسعود فرزند دوست محمد خان در 11 سنبله 1332 در منطقه جنگلک ولایت پنجشیر زاده شد. سالهای آغاز کودکیش را در زادگاهش در ولایت پنجشیر سپری کرد و در سن 5 سالگی شامل صنف اول مکتب در منطقه بازارک شد. اما به دلیل تغییر وظیفه پدرش ادامه آموزش‌هایش را در ولایت‌های هرات و بعد کابل به اتمام رسانید. همزمان با ورود به دانشکده مهندسی پلی‌تکنیک کابل در سال 1352 رسماً عضویت نهضت اسلامی افغانستان را پذیرفت و در تابستان سال 1354 فرماندهی نخستین قیام پنجشیر در برابر حکومت وقت را به عهده گرفت. شما فکر کنین اگه این مقاومت نباشه وضع آسیای میانه به چی تغییر خواهد؟ یک لحظه فکر کنین که وضع آسیای میانه چی تغییر خواهد؟ در سال 1996 میلادی با پیروزی طالبان در کابل، نیروهای آقای مسعود از کابل عقب نشینی کردند و آقای مسعود در اتحاد با سایر نیروهای مخالف طالبان در مرکز مقاومت علیه طالبان در شمال افغانستان قرار گرفت. او در یک سفر به اروپا رفت و دیدگاهش درباره حقوق بشر و تهدیدهای هراس افغانی را همگانی ساخت. کی طرفدار از این بود که جنگ دوباره دنبال کنه؟ کی اصول یک جنگ دیگر داره؟ مگر این جنگ تحمیل شده آمده و مجبور بودیم که در برابرش استاد شویم. پس از پیروزی های طالبان در شمال افغانستان، فرمانده مسعود از پایگاه سنتیش در دره پنجشیر به مقاومت علیه طالبان به خصوص در مناطق شمال شرق و شمال کابل ادامه داد. سرانجام احمدشاه مسعود به روز یک شنبه 18 سنبله 1380 در قریه خواجه بهاءالدین ولایت تخار در یک سوی قصد انتحاری توسط 2 تن عرب که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند ترور شد.